سلام خیلی خوش اومدید من تو این ویدیو میخوام در مورد سگمنت ها حرف بزنم و اینکه از نقطه نظر سگمنت ها تفاوت بین ترد، کوروتین و پراسس چیه؟ اگه یادتون بیاد یه ویدیو قبلی در مورد سگمنت ها حرف زدیم گفتیم که کد های ما چهار تا بخش دارند کد سگمنت، دیتا سگمنت، استک سگمنت و هیپ سگمنت که توی کد سگمنت کد کد قده های کامپایل شده توی دیتا سگمنت متغیرهای گلوبال و استاتیک توی استک سگمنت استکمون و توی هیپ سگمنتمون هم حافظه پویامون یا اینستانس های کلاس قرار گرفته بود خب حالا میخوایم از همین نقطه نظر در مورد اون سه تا مفهوم ترد پراسس و کوروتین حرف بزنیم نکته‌ای که وجود داره که باید بهش توجه کنیم اینه که تفاوت این ستا در دو سطحه تفاوت از منظر حافظه و همین سگمنتهایی که گفتم و تفاوت از منظر سیستم عامل یعنی رفتاری که سیستم عامل نسبت به این ستا مفهوم و این ستا چیز میکنه نکته اول در مورد پراسسه توی پراسس ما همه اون چهار تا بخش رو داریم کپی میکنیم یعنی وقتی دو بار از یک کد استفاده میکنیم یا یک کدی رو فورک میکنیم در حینش دو تا دقیقا کد سگمنت دیتا سگمنت استک سگمنت و هیپ سگمنت ساخته میشه که در ابتدای کار همه اینه همن ممکنه در طول زمان اینها از هم متفاوت بشن ولی اتفاقی که میفته اینه و به خاطر اینکه کل این چهار تیکر رو داریم از اول میسازیم هزینه بالایی داره پراسس ساختن و کانتکس بین پراسس ها عملا کار پر هزینه در سطح سیستم عامل و نکته بعدی اینه که اینا هم به صورت موازی هم به صورت همزمان اجرا میشن یعنی چی یعنی اینکه اگر کامپیوتر ما یک سی پیو داشته باشه یا یک کور داشته باشه خب اینا به صورت همزمان اجرا میشن و به ترتیب جاشون رو به هم دیگه میدن ولی اگه چند تا پراسس داشته باشیم پراسسور داشته باشیم سی پی مون چند کور باشه اینا روی چند تا سی پی یو اجرا نمیشن اجرا روی چند تا سی پی هم اجرا میشن ببخشید اشتباه گفتم و خب این نکته قوتشونه نکته بعدی هم زمان بندیشون بود که زبان اینا پیش دستانه یا پری که خب پری امتیو بودن هم خوبیش اینه که یه مدت مطمئن میشیم سیستم تضمین میکنه که ما یه بخشی از زمان رو حتما به, این به تغییر یه پراسه دیگه اختصاص میدیم نکته بعدی ترد هست ترد یا همون نخ تفاوتی که با پراسه داره اینه که کد سگمنت دیتا سگمنت و هیپ سگمنت کپی نمیشه و فقط ترد ها استک سگمنت های مختلفی دارن نکته بعدی که دارن اینه که زمان بندیشون توسط او انجام میشه باز هم به شکل پریمپتیو یعنی اینکه پیش دستانه به هر تریدی یه زمانی میرسه و کرنل تضمین میکنه که بین تردای مختلف حالا زمانبندی رو به درستی انجام بده نکته نکتهشون اینه که اینا هزینه متوسطی دارن چون کل استک سگمنت رو دارن داپلیکیت میکنن چیزن دیگه بالاخره هزینه ای دارن اما خیلی از هزینه چیز کمتره. و نکته بعدی اینه که به صورت موازی و همزمان هم میتونن اجرا بشن یعنی اگه ما یک کور سی داشته باشیم اینا همزمان یا کانکرنتن یا اگه چند تا کور داشته باشیم اینا به صورت موازی یا پارالل میتونن با همدیگه کار کنن نکته بعدی کوروتین ها هستن کوروتین ها م... مشهورترینشون الان گوروتین زبان گو هست یا توی کاتلین دیدم یه چنین چیزایی وجود داره یا تردایی که جی وی ام جاوا ویشوال ماشین بهمون میده از این جنسه نکتهشون اینه که زمانبندیشون دیگه توسط او نیست زمانبندیشون توسط اون زبانه و یه جاهایی به اصطلاحشون میگن کوپراتیو عمل میکنن یعنی خودشون پیش پیش میگه آقا من الان کارم گیر کرد کوروتین بعدی بیاد انجام بشه دقیقا این ترد هستن فقط استکشون استک کوچیکتریه و همین خاطر از ترد راحتتر ساخته میشن در مورد اجرا اینجوریه که کوروتین فقط همزمان اجرا میشه به چه خاطر؟ به خاطر اینکه توسط معمولا توسط زبان داره فراهم میشه این اتفاق و در یه ترد همران میشه و فقط میتونن همزمان یا کانکرنت اجرا بشن برای اینکه تردمون بتونه بتونه چند تا کوروتین رو به صورت غیر همزمان و به صورت موازی اجرا کنیم یا باید خودمون منیج کنیم که برن توی چیزهای مختلف برن توی تردهای مختلف اجرا بشن یا تو زبانهای مدرنتری مثل گو و جاوا این اتفاق عملا اتوماتیک میفته و یه رانتایمی وجود داره و اون رانتایم برای ما اجرا میکنه که روتین های مختلف رو روی ترت های مختلف سیستم عامل و همزمانی رو برامون ایجاد میکنه به خاطر کوچکتر بودن و کم هزینه تر بودنشون عملا جذابیت پیدا کردن و اخیرا مورد استفاده قرار میگیرن چون ما کارهای بسیار زیادی داریم که کوچیکن و زود تموم میشن و خیلی بزرگ نیستن و ترد برای اونها یه چیز بزرگیه یه ساختار بزرگیه که براشون یه ترد بسازیم ممنون که گوش کردید امیدوارم این به دردتون خورده باشه و یادتون نره که این یه نسخه خیلی خیلی ساده شده از اون چیزیه که در دنیای واقعی توی سیستم آملا و جاهای دیگه اتفاق میفته اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا مشترک شید و فیدبکتون رو هم به من بدید خیلی خوشحال میشم که بشنوم که چی به دردتون میخوره و چیا بیشتر به دردتون میخوره خیلی ممنون که گوش دادید خدا نگهدار